آقای بنصر، با سپاس از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید، خواستم این بار با شما در مورد زن و نقش اون صحبت کنیم. حالا میپردازیم به جامعه ایران. شما یک کتاب نوشتید به نام زن و زناشویی که خب چاپ چندمشه، یکی از پر خواننده ترین کتب شماست که از سایتتون مرتب دانلود میشه، حتی از داخل ایران آمار بسیار بالایی داره. همچنین کتاب زن در شاهنامه. در این دو کتاب اشاره میکنید به تفاوت دیدگاه، بسیار نگاه به زن از دید قدرت و دید آزادی. این تفاوت رو خواستم در این گفتگو بهش اشاره کنید تا بعد ببینیم که نقش به صلاح نظام، دید نظام حاکم بر زن چیست و چگونه میشه دید آزادی رو بر اون جایگزین کرد در اون طرف. من از دید بیان، با سلام شما و شنوندگان و بینندگان شما، از دید بیان آزادی زن انسان حقوقمنده، کرامتمنده، از جهت حقوقمندی و کرامت هم چون من فرضها دارد، چون که مرد هم فرضها دارد، ازدواج هم توافق تجانس این فرض هاست. مثلا مرد فرض پدری داره، زن فرض مادری داره، این دوتا با هم جور میشه و میشه خانواده. یا زن آموزگار عشق است، فضل عشق ورزی و هنرمند، فضل هنرمندی داره، حقوق آینده رو باز میکنه، ناممکن رو ممکن میکنه برای انسان. مرد هم فضل اعتماد بخشیدن داره که زن با این اعتماد کردن است و قابل اعتماد دانستن مرد است که این به اصطلاح فضل عشق ورزی و عشق معلمی عشق رو میتونه انجام بده، حتی هنرمندیش. و از لحاظ زندگی یک اشتراک با مرد در قلمروهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یک انسان تمام شد. در چون سلسله مراتب در استقلال آزادی بر میزان قدرت نیست، پس با فوق مادونی هم نیست. البته در بیان استقلال آزادی هم مسابقه هست که در دانش پیشی گرفت، مساوی نیست با کسی که در دانش عقب میمونه یا کسی که در دادگری و عدالت گستری پیشی میگیرد با کسی که به راه بیداد میرود یکسان نیستن. همینطور کسی که تقوا شیوه روش میکند با کسی که بیتقواست، به هیچ اخلاق و ارزشی پابند نیست، برابر نیستن. اینا در بیان استقلال آزادیش برای اینکه انسان ها با هم مسابقه بدن در بهتر شدن، از یکدیگر در گذرن در بهتر شدن. در به این قسمت زنان به لحاظ اینکه فضل هنرمندی رو دارن، یعنی از ناممکن فرا میدن به ناممکن رو ممکن میکنن برای خود و مرد، این صفت امام دارند، به اصطلاح پیشاپیش راه میگشایند و در آینده قرار میگیرن، در حال عمل میکنن. این میشه بیان استقلال زن در بیان استقلال آزادی. مسئله زنی هم وجود نداره. اما در هر بیان قدرتی شما برید، زن مسئله است. به این دلیل که الان شما سوال میکنید دیگه. از بوق تاریخ، از نمیدونم کی، از ازل به حالا نگیم، از خیلی قدیم تا زمان ما زن مسئله بوده.
حالا فلسفه یونانی در اون یونان قدیم یه جور مسئله حل کرده، گفته این زن مادون انسان، دون انسان، جاش در ردیف بردگان است، حق رای نداره، اصلا باید برده مرد باشه، اطاعت بکنند از مرد، این هم به مصلحت اوست، برای اینکه خب اینجوری خلق شده، خدا یا طبیعت او رو اینطور خلق کرده یا خدا او رو اینطور خلق کرده برای اینکه فرمان بر برود باشه. حالا در تا آمده زمان، در زمان ما همه، حتی در این لیبرالیسم به بیان قدرت دیگه، حالا نمیگیم به نازیسم و فاشیسم و اینا که جای خود دارن، استالینیسم و اینا جای خود دارن، اما همین در بیان لیبرالیسم هم زن مثلا دون مرده، دلیل اینکه در جامعه های لیبرال زن هنوز با اینکه جریان های چپ اینم مثلا کار و تلاش اونها بوده، نه کار لیبرالیسم، لیبرالیسم اساسا بناش بر اینه که جای منزلت هر کسی رو قدرت معین میکنه، چون مرد این قدرت ساز است و قدرت باز است، اون متفوق است. اما در جریان های چپ در این قدر توانستن مثلا حقوقی برای زنان میگیرن، خود زنها بیشتر از همه مبارزه کردن و این حقوق رو به دست آوردن. زن همی الان در انتخابات فرانسه اون چیزهای نامزدهای متعلق به چپ وعده میدهن که اگر آمدن این حقوق زنان رو بعضیش قانون شده عمل نمیشه، اینا رو به عمل در میارن، بعضی دیگر هم به پیشنهادهای دیگری هم دارن که اینا رو میخواد به اجرا در میارن. اینا دستاوردهایی است که خود زنان به دست آوردن یا این به اصطلاح جریان های چپ ایجاد کردن. بلا به پای این لیبرالی سرمایه‌داری لیبرال بگذاری، خود انسان رو هم تبدیل میکنه به شی، از زن به مرد، میگه نیروی کار دیگه، بیشتر از این بهش نگاه نمیکنه. نیروی کار هم ببینه که کی چقدر به کار به دردش میخوره، همینقدر بهش حقوق میده. البته ما حالا یک اطلاع جدیدن در دانمارک یه دونه نمایشگاهی درست کردن که به نام نمایشگاه عروسک مجازی توی تیستی، اگه درست تلفظش کنم، این میان مردمی که رجوع میکنن، این عروسک از راه دور کنترل میشه، میگه من به صلاح کامپیوترم، جنسیت ندارم، و نقش زن رو میپرسن در جامعه، در جامعه دانمارک. جالبه که نتیجهش این است که اکثرا غالب بسیاری از به اصطلاح مردان، حتی زنان، نقش زن رو در این میدونن که در خانه میمونن. در دانمارک یکی از که به اصطلاح آزادترین کشورها که کمتر به اصطلاح به یعنی اون حالا کار ندارن به تقسیم شغل و شاغل شدن اینا، ولی این دیدگاه در خود مردم دانمارک هم دیده میشه، برای که راحت خودشون حس میکنن با این عروسک که چون جنسیت نداره میتونن نظرشون راجع به جنس زن توضیح بدن. اما برگردیم به جامعه ایران، اشاره کردید که این امر مستمر تاریخی است، از دید قدرت زن دون انسان است، و چون ترس داره قدرت از اینکه این ناممکن رو ممکن کنه، بنابراین میبینیم هم در سرکوب ها هر وقت این نظام حاکم بر ایران دچار تنگنا میشه، جنبش ایجاد میشه که زنان در صف اولشن، سرکوب رو هم با زنان شروع میکنه. خب چه راه حل هایی در دست زنان هست که این جلوگیری کنن از این سرکوب، یعنی اون باز ناممکن کردن ها رو ممکن کنن در مبارزه با این نظام؟ باش کنم که این که حالا در غرب در دانمارک اینطور میگید که چون این رفتار و طرز فکری هست، در طول تاریخ زن رو نماد سکس گرفتن، مثلا شی جنسی. در سرمایه داری بیشترین نقش رو زن از این نظر داره، به قول فوکو این استبداد سکس، چون این نقش داره، نقش شی جنسی داره، خب از این جهت نقش بسیار بزرگی داره در این مصرف انبوه، در بسیاری از تولیدهای مخرب که سکس در اونجا نقش داره، تنها در سینما و مثلا پورنوگرافی اینا نیست،
در خود جامعه. اون زمان شاه که ما در خارج بودیم، اون وقت من یادمه که سنجش چیزی که انجام داده بودن که هر مثلا فرانسوی مرد در هر ثانیه 30 تصویر سکسی ببینه، 30 در هر ثانیه به طور متوسط. و تبلیغ شکلات و نمیدونم همه چیز هم همه همه سکس چیز در یه نقش فوق العاده گسترده داره. مثلا یه چیزای تبلیغ میکنن میگه این چه ربطی داره به سکس؟ ولی خوب میکنه. ربطش اینه که با اون سکس توجه بیننده و شنونده رو جلب میکنه با این چیزی که میخواد تبلیغ کنه. خب این تنها در اقتصاد نیست که این نقشه داره، در استبدادها از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هر سه همین نقشه داره. علاوه بر اقتصاد، از لحاظ سیاسی سلسله مراتبی که میخواد درست بکنه قدرت بر محور قدرت، و باید یه جایی به زن بده دیگه. خب اگر این رو مثلا فکر کنیم که دوره پهلوی این به عنوان این که ما میخواییم زن رو آزاد کنیم، الان همین الان مدعی هم که رضا شاه زن رو آزاد کرده، به زنش هم نمیدارم به زن اجازه رای داد و این چیزها، اما در واقع خود اون روند از مجراش خارج شد، به لحاظی که اون میخواست از زن به عنوان یک نیرو استفاده بکنه برای اینکه اون رقیب خودشو در صحنه داخلی عقب بنشونه، که در اون زمان به اصطلاح روحانیت به شمار می آمد و سنت ها و عرف و عادت جامعه، نه که زن آزاد بشه، صاحب نقش بشه، زن همون شیء جنسی باشه، اون تا باز بی پرده بی حجاب، بیشتر از این نقش ندارد. حدود که خب دانشگاه آب و اینا را پیدا کردن و اینا سلجاش ها، نه که بگیم داریم بگیم هیچ تفاوتی نشد، حتی اون فعالیت خود زنانه، اونم سر خود شما، ولی خب نمیشود که اون رژیم هم امکاناتی ایجاد کرد که زنها بتونن مدرسه برن اینا بدون. اما از آز نقشی که در قلمرو سیاسی نه به مرد چون نمیداد که به زن هم نمیداد، از لحاظ سلسله مراتب هم همون حدیث که شاهی صافه زده دیگه، زنان حتی یه آشپز هم به تاریخ نداره، این زن رو مادون میدونه. جنون از لحاظ قدرت تأثیر اون نیست، طرز هر بیان قدرتی سلسله مراتب میسازه، بیچون و بیچرا ممکن نیست بتونه غیر از این بکنه، چون این بکنه دیگه قدرت وجود نداره که اون بیانش باشه. قدرت وقتی معنا داره که یکی بالا باشه، یکی دون باشه، یکی مسلط باشه، یکی زیر سلطه باشه. در کی مسلط باشه؟ این اونجا زن میاد پایین، مرد قرار میگیره بالا. ممکن نبوده عکسش بشه، والا خوشبختانه که ممکن نشد عکسش بشه، برای اینکه این به نظر من میرسه که اگر اینطور میشد جامعه های بشری خیلی زود منحل میشدن، اصلا خشونت یک کمپیکو میکرد. اون زن معلم عشق کمتر میتونه رول قدرت رو بازی کنه. اصلا نه، خوشبختانه میگم دیگه، برای اینکه اگه قرار بود این در سلسله مراتب قدرت بالا زن قرار بگیره، یعنی همه اون چه که به زندگی مربوط می شود و این کوثر است، این سرچشمه حیات زن، این جاش می داد به سرچشمه مرد، چون قدرت کارش میراندن است دیگه، از کشتن به وجود میاد، از تخریب بدید میاد. این کشمتان اونجور نشده. حالا از لحاظ سلسله مراتب قدرت و نقش هایی که مرد میتونه در بندگی قدرت انجام بده، خوشبختانه زن نمیتوانه اونها رو انجام بده و مقدار زیادی از این جهت آزادتر میشود، زنان و جامعه ها توانستن حیات ملیشون حیات خودشون ادامه بدن، در سلسله مراتب پایین قرار گرفتن. به این دلیل است که شما میبینید این رژیم از وقتی که آمد،
اول که پیام انقلاب بود که زن و مرد برابرند و هر زنان و مرد در کوششون آزادند و این حرفا بود. خب حالا یه دفعه یا تو سری یا رو سری یا تو سری تو کار آمد. بعد این حجاب اجباری شد. بعد همینجور در هر فرصتی برای ایجاد جو روب در جامعه اول به سراغ زن میره برای سرکوب. هر وقت کم میاره فکر میکنه ها مثل که جامعه داره داره ترسش از دست میده، اون چیزهای گشتی هاش را میندازه تو خیابان ها برای این جهت که مثلا چون فکر میکنه جامعه نسبت به این که زن در عنوان سکس خودش عرضه بکنه به این نسبت به این حساس هست، به عنوان که دین مانع این کاره، این سرکوب شروع میکنه. بله. خب در جامعه ایران میدونید که الان مجلس این نظام ولایت فقیه قوانین تصویب میکنه به اسم لایحه حمایت از خانواده و اصلا قانون مدنیش سراسر قوانین ضد زن، ضد حقوق زن، و خوشبختانه فعالان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی زن در ایران بسیار زیاده. حتی این کمپین 1,000,000 امضا، بسیاری از فعالینشون متاسفانه سرکوب شدن، در زندان و حبس. مثلا خانم نسرین ستوده که شما بسیار در مصاحباتون از حقوقشون دفاع کردید، یک وکیل مبارز این فعالان زن به 6 سال حبس محکوم شده بدون خاطر که وکیل به وکالت این زنان رو به عهده گرفته. و اینها میرن خانه به خانه این حقوق زن رو بهشون یادآور میشن و مصوبات این مجلس رو که چگونه ضد زن هست. خب پس این نظام که این شکلی هجوم میاره به یه عده فعال زنی که در سطح مثلا شهرها یا به خصوص مثلا تهران خانه به خانه بخوان زنها رو با حقوقشون آشنا کنن، این آگاهی به حقوق زن باید نقشی بسیار عمده‌ای داشته باشه در مقابله با نظام که این وحشت هست. این جوری یعنی چی؟ این نقش آگاهی از حقوق چقدر مهمه در یک جامعه؟ فوق‌العاده. اول ادای احترام میکنم به زنانی که من همکنون در زندان‌ها هستن و برای این هستن که از حقوق خودشون آگاهن و میکوشن که زنان دیگر را هم به این حقوق آگاه کنن. چون اگر زنها آگاه بشوند به حقوق خودشون و تلاش کنن برای آزاد شدن خودشون، جامعه آزاد می شود. هیچ جامعه‌ای ممکن نیست روش کنه تا وقتی زنها آزاد نشدن، استقلال پیدا نکردن، آزاد نشدن. تازگی یک خبری در تلویزیون دیدم و در افریقا بود، مثل که در سودان بود، اونجا یک مردی از اتفاق این اعلامیه جهانی حقوق بشر خونده در اتیوپی و این خونده دیگه ای دل غافل، انسان این حقوق داره، بعد سعی کرده این حقوق رو اصطلاح در خود رعایت کنه، در جا رفتارش نسبت به همسرش تغییر کرده، بعدم مصاحبه کرده گفته که من انسان شدم و دیدم عجب، من خود رو محروم کرده بودم از زندگی و از عشق همسر. ببینید که یک اطلاع مثلا همین حقوق انسان که من نوشتم کتاب به عربی هم ترجمه شد، در یک کشور اسلامی این تاوان نتونسته چاپ شد. با اینکه اینا خودشون رو اسلامی میدونن، اون کتابم حقوق انسان است در قرآن. گفته این آقای شیخ فضل الله بود که در لبنان مرحوم شد، ناشری برده بود پیش او که آقا این کتاب شما بخونید، اگر موافق قرآن ما انتشار بدید، اگر مخالفه به ما بگید، مخالفه نکنید. گفت بعد از یک ماه رفتم بعدش و گفت که نه این همش قرآنه، ولی شما نباید دیگه منتشر کنید. اتفاقا من هم میخواد این جهت که انسان ها آگاه بشن که حقوق ذاتیشونه. خب این فرق میکنه با اینکه بگی آقا شما اصلا حقوقی ندارید، بنده بی حقوقی هستید، مکلف اصلا تعقیب جز عمل به حق نیست. اگر عمل به غیر حق باشه یعنی حکم زور نباید کرد.
این زن میگن زن تکالیف داره. چه تکالیفی داره؟ اگر حقوق دارد، خب تکالیفش این است که به حقوقش عمل کنه. اگر نه تکلیف، مثلا میگن زن تکلیف داره از مرد اطاعت کنه. کجا این تکلیف داره؟ با کدام حقوق انسان میسازه این؟ این عمل به زوره. زن و مرد باید بر حقوقشون عمل کنن و اگر بخواهن رابطهشون با هم رابطه دو تا حق مدار کنن، به طور خودجوش، به طور این رابطه خودانگیخته برقرار می شود. زور هم به میان نمی آید، عشق به میان می آید، دوستی به میان می آید. این قاعده است. راحت هم می شن، زندگی خوب هم پیدا می کنن. پس به فوق العاده اهمیت داره که زنان ایران آگاه بشوند که به عنوان انسان حقوق دارند. این حقوق هم ذاتی اوناست. زندگی یکی خودش حقه. اگر بخوای به این حق عمل کنی، باید به حق استقلال عمل کنی، به حق آزادی عمل کنی، به حق دانش مندی پژوهی عمل کنی، به حق عرض کنم اطلاع یافتن عمل کنی، حق دوست داشتن عمل. همه این حقوق باید عمل کنی. بخوای زندگی جور دیگه میشه. پس این حقوق که مال دولت نیست که بخواد اون اعطا کنی یا بگیره، اصلا مال ذاتی انسان هست. ندادنیست، نگرفتنی، داشتنیست، باید بهش عمل کرد. من. اگر عمل بکنن اونتا اینم توجه بکنن، خانم ها و زنان ایران و غیر ایران، چون غیر ایران هم هستن که فارسی رو گوش میدن و ممکنه این گفتگوهای ما رو بشنوند، اونها با مردها ضد هم نیستن. رابطه قوا اگر برقرار کردن، حقوق مقوق میره پیکارش، باز میره دنبال این که در این من باید بر تو مسلط باشم یا تو بر من مسلط باشی. زن و مرد برابرن در حقوق مندی و فرضها که زن داره، یک فرضی از اونها که زن بگیم زورمند است نداره، همچه فرضی نیست، برای مردم نیست. زن معلم عشق هست چرا؟ داره، داره، برای اینکه در صحیح قرآن هم میگه که به اصطلاح مرد به زن آرامش پیدا میکنه، تسکین پیدا میکنه، به دوستی عشق زن به اصطلاح اعتماد به نفس پیدا میکنه. اینا هست. پس این نروند روی خط این که مثل اینه که بخوان حقوق خودشون رو به دست بیارن، باید ضد مرد عمل بکنن. نه، این باید با هم عمل بکنن تا جامعه حقوقمند پیدا بشود، تا از استبداد رها بگردن. خیلی ممنون. خوشبختانه در این کمپین مردانی هم عضوند که میرن برای آگاهی حقوق زنان فعالیت نشون. خوشبختانه ما هم از اول عضو بودیم. بله. خیلی ممنون و متشکرم.